اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه بحث تفسیر در سوره عنکبوت بودیم، رسیدیم به آیه 24. در آیات قبل قسمتی از سرگذشت حضرت ابراهیم علیه السلام نقل شد و سوالاتی که حضرت ابراهیم از مشرکین داشت. در آیه 24 پاسخ این کفار رو به حضرت ابراهیم علیه السلام داریم که این کفار و گمراهان در برابر دلائل سگانه حضرت ابراهیم اومدن و سخنانی گفتن که البته پاسخهای منطقی نبود. می‌فرماید قرآن کریم: فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. در جواب منطق و استدلالات حضرت ابراهیم چه جوابی دادن؟ جواب این بود که او را بکشید یا او را بسوزانید. البته در مورد اینکه چه اتفاقاتی افتاد، داستان در آتش انداختن حضرت ابراهیم اینجا وارد نشده، فقط قرآن کریم می‌فرماید که فانجاه الله من النار، خداوند متعال حضرت ابراهیم را از آتش نجات داد. شرح ماجرا و تفصیلاتش در سوره انبیاء وارد شده، آیات 68 تا 70. در پایان آیه 24 می‌فرماید که ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. در این ماجرای حضرت ابراهیم، گفتگوی او، جواب آنها نشانه هایی است برای کسانی که ایمان می‌آورند. خب، به هر حال ابراهیم علیه السلام از اون آتش نجات پیدا کرد، اما با این که او رو در آتش انداختن دست از مسئولیت و اون وظیفه‌ای که داشت بر نداشت، بلکه شتاب و سرعت اون رو هم بیشتر کرد. لذا قرآن می‌فرماید در آیه 25 و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بینکم فی الحیات الدنیا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومعواكم النار وما لكم من ناصر. این سخنی است که حضرت ابراهیم خطاب به مشرکان میگه. میفرماید که شما غیر از خدا بت‌هایی را برای خود انتخاب کرده اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد. سپس روز قیامت از یکدیگر بیزاری میجویید و یکدیگر را لعن میکنید و جایگاه شما آتش است و هیچ یاوری هم در برابر اون نخواهید داشت. پرستش برای هر قومی بنابر این چیزی که در این آیه وارد شده رمز وحدت بوده، یعنی یک معبودی رو می‌ذاشتن دور او گرد می‌اومدن و همون باعث می‌شده که کمی با هم دیگه وحدت و اتحاد داشته باشن و حلقه اتصالی هم بوده بین سران و پیروان، همچنان که آیه میگه. اما در روز قیامت همه این پیوندهای پوچ از بین میره و اونجاست که متوجه میشن چه اشتباهی کردن، همدیگر رو متهم می‌کنن، اما دیگه فایده‌ای نداره. آیه بعدی که آیه 26 باشه اشاره داره به ایمان حضرت لوط به حضرت ابراهیم. میفرماید که فآمن له لوط، لوط به ابراهیم ایمان آورد. حضرت لوط خودش یکی از انبیاء بزرگ خداوند متعال هست و اینطور نقش شده که خواهرزاده حضرت ابراهیم هم بوده. بعد از اون آیه میفرماید که وقال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم، و حضرت ابراهیم گفت که من به سوی پروردگارم هجرت میکنم که او صاحب قدرت و حکیم هست. خب حضرت ابراهیم
از اونجایی که بودند از سرزمین بابل به اتفاق حضرت لوط و به اتفاق همسرشون حضرت ساره به سوی سرزمین شام حرکت میکنن و نقل مکان میکنن به اونجا تا در اونجا دعوت به سوی خداوند متعال رو داشته باشن. آیه 27 سخن میگه از مواهبی که خداوند متعال به حضرت ابراهیم عطا کرد بعد از این هجرت. میفرماید که ووهبنا له اسحاق و یعقوب، ما فرزندان لایق و شایسته‌ای به حضرت ابراهیم عطا کردیم و در اواخر عمر اسحاق و یعقوب رو به او بخشیدیم. موهبت بعدی این هست که وجعلنا فی ذریته النبوه والکتاب، ما بس نبوت و کتاب‌های مقدس رو در ذریه حضرت ابراهیم قرار دادیم. سومین مسئله و آتیناه و اجره فی الدنیا، و پاداش او را در دنیا هم دادیم. حالا این پاداش میتونه امور مختلفی باشه، از جمله این که نام نیک و لسان صدق حضرت ابراهیم در میان همه امت‌ها باقی مونده. میدید که یهودی‌ها به حضرت ابراهیم احترام میگذارن، مسیحی‌ها احترام میگذارن، مسلمان‌ها احترام میگذارن، و این میتونه یکی از اون مسائلی باشه که در دنیا مطرح شده. یا بگیم که این که در دنیا اجر و پاداشش رو دادیم آبادی سرزمین مکه باشه که به واسطه دعای حضرت ابراهیم اتفاق افتاده. و چهارمین موهبتی که خداوند متعال به حضرت ابراهیم عطا کرده و انه فی الاخره لمن الصالحین، او در آخرت هم در زمره صالحان خواهد. اما آیه 28 میره سراغ قوم لوط و حضرت لوط علیه السلام که سرگذشت ایشون رو به صورت خلاصه بیان میکنه. و لوطن اذ قال لقومه انکم لتعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. حضرت لوط رو میگه فرستادیم هنگامی که به قومش گفت شما عمل بسیار زشتی را انجام میدهید که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما اون رو انجام ندادن. منظور از فاحشه‌ای که در اینجا در آیه بیان شده هست بحث همجنسگرایی و لواط هست. خب بعد از این در آیه بعدی حضرت لوط ادامه میدهند که اینکم لتعتون الرجال، یعنی دارن اون فاحشه رو بیان میکنن که آیا شما به سراغ مردان میروید و تقطعون السبیل، و آیا راه تداوم نسل انسان رو با این کار زشت خودتون دارید قطع میکنید. و تعتون فی نادیکم المنکر، در مجلس دان اعمال ناپسند انجام میدید. اینها مسائلی است که حضرت لوط به صراحت به قومشون بیان میکنن. در جواب اما اینها چی میگن؟ فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. میگن اگر راست میگی و قرار هست عذابی باشه، عذاب الهی رو برای ما بیاور. این توصیه هایی که به ما میکنی نصیحت ها فایده ای نداره. خب در اینجا بود که در آیه 30 حضرت لوط چون دیگه میبینه راه به جایی نمیبره این مسئله رو بیان میفرماید. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، خدایا پروردگارا مرا در برابر این قوم تبهکار یاری کن. قومی که زمین رو به فساد کشیده بودن با این بحث زشت اخلاقی که داشتن، اخلاق و تقوا رو به باد داده بودن، عفت و پاک دامنی رو نابود کرده بودن، شرک و بت پرستی رو هم در ادامه بهش اضافه کرده بودن. خب اما سرنوشت قوم لوط چی میشه؟ در آیه 31 این مسئله بیان میشه. فرشتگانی که مأمور عذاب بودند وارد میشن، البته قبل از اینی که برن سراغ حضرت لوط و قوم او رو عذاب کنن قبلش وارد میشن بر حضرت ابراهیم. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، قبل از این که برن عذاب بدن وارد میشن بر حضرت ابراهیم و به حضرت ابراهیم بشارت میدن تولد فرزندش اسحاق فرزندش رو. قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. اون فرشتگان چی گفتن؟ گفتن ما اهل این شهر و آبادی اون رو که اشاره به قوم لوط باشه هلاک خواهیم کرد، چرا که اونها ستمکار هستند. آیه 32 میفرماید که قال ان فيها لوطا، حضرت ابراهیم به اون فرستاده‌ها میگه که در این آبادی لوط هم هست، او فرد با ایمانیست و جز انبیاست. در جواب میفرمایند که اون فرشتگان قالوا نحن اعلم به من فیها، ما میدونیم به این که چه کسی اونجاست، ما آگاهتر هستیم از تو و قرارم نیست تر و خوش با هم سوخته بشن. برنامه‌ای که ما داریم برای عذاب کاملا دقیق و حساب شده است. بعد از اون هم
ادامه دادن که لننجینه و اهله الا امراته کانت من الغابرین، ما او و خانوادهش رو نجات میدیم، البته غیر از همسرش که جزئی از همون قوم تبهکار باشه. خب گفتگوی فرشته ها با ابراهیم در اینجا به پایان میرسه. فرشته ها خودشون رو به حضرت لوط میرسونن. ولما انجاعت رسولنا لوطن سیع بهم و ضاق بهم ذرعا، یه هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدن از دیدن آنها بدحال و دلتنگ شد. چرا حضرت لوط از دیدن این فرشته ها بدحال و دلتنگ میشه؟ به خاطر اینکه این فرشته ها به صورت جوانان خوش قیافه اومده بودن و مهمان حضرت هم بودن و آمدن همچین مهمانانی به خاطر حضرت لوط ایشون رو نگران کرده بود. چرا؟ به خاطر اینکه قوم خودش رو میشناخت. مهمان ها که همون فرشته ها باشن ناراحتی حضرت لوط رو درک میکنن و خودشون رو معرفی میکنن و قالوا لا تخف، به حضرت لوط گفتن که نترس و لا تحزن، غمگین هم مباش، انا منجوک و اهلک الا امراتک کانت من القابرین، ما آمدیم تو را نجات میدیم، اهلت را نجات میدیم مگر همسرت که جز نابود شوندگان خواهد. در آیه بعد میفرماید انا منزلون علی اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. برنامه ما چیه؟ برنامه ما این است که بر اهل این شهر و آبادی عذابی از آسمان به خاطر فسق و گناهشون فرود بیاریم. خب در اینجا چگونگی عذاب توضیح داده نشده. ولقد ترکنا منها آیه بینه لقوم یعقلون، فقط گفته شده که ما از اون آبادی های ویرانه ای رو با برای عبرت گرفتن دیگران باقی گذاشتیم، برای اون کسانی که اهل فکر و اندیشه باشن. اما در آیه 84 سوره اعراف یا 82 سوره هود اومده که اون عذاب چی بود. زلزله شدید شهرهاشون رو به کلی زیر و رو کرد، بعد از اون هم بارانی از سنگ بر اونها نازل شد. این مجازات اونها بود. خب هر گروه ستمگری در آیه 36 اشاره میکنه به گروه بعدی که دوچار عذاب الهی شدن، به اونها قوم حضرت شعیب باشند. فرماید که و الى مدین اخاهم شعیبا، ما به سوی مدین برادرشون شعیب رو فرستادیم. تعبیر به برادر در اینجا اخاهم که میفرماید برای اشاره به این است که انبیا نهایت محبت رو و دلسوزی رو نسبت به اقوامشون داشتن، لذا تعبیر به برادر شده. خب این که مدین کجاست رو در سوره قصص خدمت شما بیان کردیم. اما حضرت شعیب علیه السلام هم مثل بقیه پیامبران دعوت به سوی خداوند متعال کرده، دعوت به سوی اعتقاد به معاد و اینگونه می فرماید که فقال یا قوم اعبدوا الله، خدا را عبادت کنید، ورجو الیوم الاخر، و به روز قیامت امیدوار باشید، که دو اصل اساسی در تربیت انسان ها است، یکی اعتقاد به مبدا، یکی هم اعتقاد به معاد. دستور بعدی شعیب چیست؟ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، یک برنامه کلی اجتماعی که می‌فرماید در زمین فساد نکنید. حالا این فساد مفاهیم گسترده‌ای داره، هر گونه نابسامانی، ویرانگری، انحراف، ظلم و اینها رو در بر می‌گیره. اما باز جواب قومش چی هست؟ آیه 37 فکذبو، او رو تکذیب کردن. فاخذتهم الرجفه، به واسطه این تکذیب زلزله اونها رو فرا گرفت. فاصبحوا فی دارهم جاسمین، بامدادان در خانه های خود به رو افتاده و مرده بودن. این هم میشه عاقبت قومی که پیامبر خودش رو بفرمایید تکذیب کنه. آیه بعدی سراغ قوم بعدی میره، قوم عاد و قوم ثمود رو، قوم حضرت هود و حضرت صالح، که اونها هم باز پیامبرانشون رو تکذیب کردن و دچار عذاب الهی شدن. و عادن و ثمود و قد تبین لکم من مساکنه، فرماید که و ما طایفه عاد و ثمود رو هم هلاک کردیم و مساکن ویران شده آنها رو برای شما آشکار کردیم. گویا ویرانه های شهرهای اینها در سرزمین حجاز و یمن باقی بوده، سر راه کاروان ها بوده و می دیدن. و بعد از اون علت اصلی همه این بدبختی هایی که منجر به عذاب میشه رو بیان می فرماید و ضین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل، این شیطان بود که اعمال اونها رو براشون آراسته کرده بود، لذا از راه خدا باز مونده بودن. و کانو مستبصرین، در حالی که بینا هم بودن اما توجه به اون نکردن. آیه 39
میره سراغ قوم بعدی که اشاره میکنه به قارون، فرعون و حامان که اینها داستانشون در سوره قصص گذشت، و قارون و فرعون و حامان که ما اینها رو هم هلاک کردیم. خب قارون مظهر ثروت توأم با غرور هست، فرعون مظهر استکبار هست، و حامان هم مظهر کسی است که کمک کرده به ظالم. و لقد جاء موسی بالبینات که قرآن میفرماید این سه نفر رو حضرت موسی علیه السلام به سراغشون اومد با دلائل روشن، فاستکبروا فی الارض، اما هر سه استکبار ورزیدن، غرور داشتن و روی زمین راه استکبار رو در پیش گرفتن. و ما کانوا سابقین، ولی هیچ کدوم از اینها نتونستن بر خدا پیشی بگیرن و از قدرت او، از حیطه قدرت او فرار کنن و در نهایت دچار عذاب شدن. فکلن اخذنا بذنبه، هر کدوم از اونها رو به واسطه گناهی کرده بود ما اونها رو گرفتیم. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، و بعضی از اونها طوفانی شدید و کوبنده توأم با سنگریزه فرستادیم که اینجا منظور قوم عاد هست. و منهم من اخذته الصیحه، بعضی به واسطه صیحه آسمانی نابود شدن که منظور قوم ثمود هست. و منهم من خسفنا به الارض، و بعضی دیگر رو در زمین بردیم که منظور قارون هست. و منهم من اغرقنا، و از اونها کسانی است که غرق کردیم که اشاره به فرعون و حامان و لشکریان اونها داره. در پایان برای تأکید دوباره میفرماید و ما کان الله لیظلمهم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، که اینی که دچار عذاب شدن این ظلمی از طرف خداوند متعال نبوده، بلکه این اون عاقبت اعمال خودشون بوده، عاقبت اعمال زشتی بوده که انجام دادن. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. میفرماید که مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند مثل عنکبوت است که خانه‌ای برای خود انتخاب کرده، در حالی که سوسترین خانه ها خانه عنکبوت است، البته اگر میدانستند. اما در مقابل اونهایی که تکیهشون بر ایمان به خداست، اینها یک جایگاه مستحکمی دارن. یک نکته رو باید اینجا مطرح کرد، اون اونی که خانه عنکبوت و تارهای او که در اینجا مثل زده شده برای سستی، خودش باز از عجایب آفرینش هست که اگر انسان دقت کنه درش چه ظرافت‌هایی در او وجود داره که میشه از اون باز درس گرفت به قدرت خداوند متعال. خب اما آیه بعدی هشداری است دوباره به مشرکان که میفرماید ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء، خدا آنچه را از آنها غیر از او میخوانند میداند، یعنی خدا اون چیزی که میخوانند توجه داره به اون و اون رو علم داره بهش، شرک آشکار اونها رو، شرک مخفیشون رو و همه کارهایی که میکنن اینا همش تحت سیطره علم خداوند متعال هست. و هو العزیز الحکیم، و اوس قادر شکست ناپذیر و حکیم علل اطلاق، و اگر مهلت میده به اونها برای اینکه کارهایی رو انجام بدن، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اتمام حجت بشه بر اونها که بعدن که اگر قرار هست عذاب بشن بدانن که به چه واسطه‌ای دارن عذاب میشن. اما آیه بعد جواب سوالی است به سوالی که مشرکان از پیامبر میپرسیدن که این منظور خدا از این مثال‌هایی که میزنه به اون هم به این چیزهای بی ارزش مثل مگس، مثل عنکبوت و اینها چیست؟ میفرماید که و تلک الامثال نظره به حال الناس، ما این مثال ها رو برای مردم میزنیم و ما یعقلها الا العالمون، و جز عالمان اونها رو درک نمی کنن، ولی اون کسی که بخواد بهانه بگیره میگه این چه مثالی بود، اما اون کسی که بخواد بفهمه از این ها استفاده میکنه. در آیه بعدی اضافه میکنه که خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، خداوند متعال هست که آسمان و زمین رو به حق آفریده و در این خلق آسمان ها و زمین نشانه عظیمی است، البته برای افراد با ایمان. و این اشاره داره به این که هیچ کار باطل و بیهوده‌ای در کار خداوند متعال راه نداره، و اگر مثال به خانه عنکبوت و سستی خونش میزنه بی حساب نیست، روی حساب کتاب هست.
و اون کسی که باید بفهمه اگر دقت کنه از این مثال ها خوب درس خواهد گرفت. اما آیه بعدی که آیه 45 باشه میفرماید که اطلب ما اوحی الیک من الکتاب، که بعد از پایان بخش های قبلی که سرگذشت اقوام پیشین بود، برای دلداری و تسلی خاطر و تقویت روحیه پیامبر و اطرافیانش دو تا دستور میده. اطلب ما اوحی الیک من الکتاب، بخوان آنچرا که در کتاب آسمانی به تو وحی شده و در زندگیت از اونها استفاده کن. بعد میفرماید که چی؟ و اقم الصلات، نماز رو به پا دار، که این نماز پرورش دهنده هست. خودش در ادامه میفرماید فلسفه این که میفرماید اقم الصلات چیست؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز هست که از فحشا و منکر باز می‌داره. چرا؟ به خاطر اینکه نماز انسان رو هر روز متذکر میشه به چی؟ به مبدا و به معاد، و این مبدا و معاد اگر در ذهن انسان باشه همیشه، این انسان رو از فحشا و منکر نگه می‌داره. البته خب فحشا و منکر سلسله مراتبی داره، نماز هم سلسله مراتبی داره. نماز هر فردی به اندازه‌ای که دقت در اون دارد، به اندازه‌ای که خضوع و خشوع دارد، توجه دارد، به همون مقدار او رو از فحشا و منکر نگه می‌دارد. در روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده که اگر دوست دارید ببینید آیا نمازتون مقبول درگاه الهی واقع شده یا نه، ببینید آیا این نماز شما رو از زشتی‌ها باز می‌داره یا نه. هر قدر که شما رو نگه می‌داره همون مقدار مورد قبول هست. و در ادامه می‌فرماید ول ذکر الله اکبر، ذکر خداوند متعال از همه بالاتره. خب و گویا این ول ذکر الله اکبر داره یک فلسفه مهمتری رو بیان میکنه که فقط بحث فحشا و منکر نیست، بلکه ذکر و یاد خداوند متعال هست که مایه اصلی همه خیرات و سعادت انسان هست، و این ذکر و یادآوری این خودش دلیل اصلی است برای اون حفظ انسان از فحشا و منکر. والله یعلم ما تصنعون. در ادامه همین حال میفرماید که خداوند متعال هر آنچه که انجام میدهید از اعمال و نیات شما اینها رو میداند. خب از اینجا وارد میشیم در جزء 21 قرآن کریم که آیه 46 سوره عنکبوت هم هست، که انشاءالله ما بقیش باشد برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.